بسم الله الرحمن الرحيم. اون بیان نورانی امام جواد این است که اثقتو بالله ثمن و کل غال و سلم و کل عال. نبود اسمینان به خدا، مگر همه کارا به دست او نیست؟ نبود اثقتو بالله ثمن و کل غال و سلم و کل غالی باغین، یعنی گران. یک کالای گران رو میگن غالی باغین، یعنی خیلی گران. فرمود مگر عالم شدن، متقی شدن، وارسته شدن، حکیم شدن، متعلق شدن، دانشمند شدن مگر گران نیست؟ قیمت این سرمایه این اطمینان به خداست. اثقتو بالله، که اون گفت این کار رو بکنید دیگه، ما رو ترغیب کرد. یا اگر شدنی نبود، اگر سرمایه با نمیداد که نمیگفت تجارت کنید. که شما میخواید عزیز باشید، عزت گرانه دیگه، پولش دستتونه. میخواید در جامعه محترم باشید، این کار گرانی دیگه. کسی نیست که نخواهد عزیز باشد، نخواهد محترم باشد. خب انسان 80 سال 90 سال با عزت و آبرو زندگی کند، این سنگینه دیگه. فرمود این بار سنگینه، خیلی گرانم هست، اما سرمایهش در اختیار شماست. از ثقتو بالله، اطمینان به خدا، یعنی چی؟ یعنی این که او گفته باور کنید. فرمود شما اگر بیراه نرید، راه کسی رو نبندید، ربا نگیرید، ربا ندید، دروغ نگید، اختلاسی نباشید، من از راهی که شما فکر نمی کنید روزی تو رو تأمین میکنم. فرمود در سوره طلاق و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اون کسی که موحد است یه کارش انجام بده، ایمانش به کسبش نیست، کسب یه وظیفه است. هر کسی یه کاری داره، حوزوی یه کاری داره، دانشگاهی یه کاری داره، دامدار کسی تا کار داره، کشاورز یه کاری داره، پیشوری کسی داره، هر کسی کاری داره. این کار ما وظیفه انجام بده، این عنوان وظیفه است. اما رازق این نیست. فرمود من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. این آیه است که وجود مبارک امام جواد سلام الله علیه را به این صورت می‌پروراند. فرمود اثقتو بالله ثمن کل غال، یعنی هر چیزی که گران است. یه دانشجو میخواد به اون مقامات علمی برسد، این با اطمینان به خدا تلاش و کوشش میکند، وقتش رو بیجا صرف نمی کند، به مقام علمی هم می رسد. این بیان نورانی امام جواد این است که اطمینان به حرف خدا، اثقتو بالله ثمن و کل غال و سلم و کل عال. هر جای بلندی شما بخوای بری، همه اینا که مجتهد شدن، عالم شدن، ابتکاری کردن، چه در حوزه چه در دانشگاه، با اطمینان به لطف خدا بود دیگه. نگفتن به من چه، نگفتن به من نمیرسد، گفتن به من هم میرسد.